سرزمینی من، خسته خسته از جفای سرزمینی من. سلام و درود بینندگان گرامی، به یک مجموعه مهم خبری دیگر از چینل دری میدیا خوش آمدید. شماری از مقامات آمریکایی مدعی شدند که طالبان یکی از رهبران گروه داعش و طراح حمله انتحاری در میدان هوایی کابل که منجر به کشته شدن 160 شهروند افغانستان و 13 نظامی آمریکایی شد را کشتند. رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقام‌های این کشور سه‌شنبه شب 26 آپریل گزارش دادند که این عضو داعش در اوایل ماه جاری میلادی در جنوب افغانستان از سوی طالبان کشته شده است. مقام‌های آمریکایی در مورد هویت و چگونگی کشته شدن این عضو کلیدی داعش چیزی نگفتند. یک مقام دیگر آمریکایی افسوده است که دولت این کشور هیچ نقشی در حمله‌های طالبان که در هفته‌های اخیر علیه داعش انجام شده نداشته است. بر بنیاد این گزارش، دولت بایدن از اعلام این خبر تا زمانی که اعضای خانواده قربانیان حمله انتحاری در مقابل دروازه میدان هوایی کابل مطلع نشدند، خودداری می‌کند. حمله بر میدان هوایی کابل به تاریخ 4 سنبله سال 1400 در حالی که عملیات تخلیه آمریکا جریان داشت صورت گرفت. این نخستین حمله پس از تسلط گروه طالبان بر افغانستان بود. در آن زمان مسئولیت این رویداد را گروه داعش بر عهده گرفت. برخی از آگاهان میگن که انجام این حمله از سوی طالبان یک موفقیت برای این گروه بوده و میتواند نظر آمریکا را به خود جلب کند. در همین حال زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور افغانستان با گزارش روزنامه واشنگتن پست از اسناد فاش شده وزارت دفاع آمریکا واکنش نشان داده و این روزنامه را به هذیان‌گویی هیجان انگیز بی‌دلیل متهم کرده است. خلیلزاد روز سه‌شنبه 5 ثور گفته است که افزایش تهدیدهای تروریسم از افغانستان یکی از ترس‌های مرتبط با خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان بود، اما این اتفاق نیفتاده است. با این حال او اذعان کرده است که داعش به عنوان یک تهدید در افغانستان وجود دارد. او مدعی شده است که افراطگرایان تاجیکستانی توانستند به افغانستان بروند و به داعش بپیوندند. از سوی هم مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از وزارت امور خارجه این کشور خواست که بررسی 87 صفحه‌ای خروج آشفته دولت بایدن از افغانستان را از حالت طبقه بندی خارج کرده و علناً منتشر کند. NBC نیوز ناوقت روز سه‌شنبه 25 آپریل گزارش داده است که مایکل مکال نماینده جمهوری‌خواه از ایالت تگزاس در نامه‌ای از آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه خواسته است تا ظرف 60 روز نسخه طبقه بندی نشده و کامل سند را منتشر کند. وی در این نامه نوشته است که با گذشت یک سال این سند هنوز با مردم آمریکا به اشتراک گذاشته نشده است. وزارت خارجه آمریکا فقط در پاسخ به تهدید قریب الوقوع کمیته برای احضاریه این سند را در اختیار کنگره قرار داد. در همین حال نماینده ویژه آمریکا در امور زنان افغانستان در واکنش به تلاش‌ها برای بررسی شناسی طالبان گفته است که عادی‌سازی روابط با این گروه بدون احترام به حقوق همه مردم افغانستان و ویژه زنان اتفاق نخواهد افتاد. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان افغانستان روز سه‌شنبه 5 ثور با نشر تیویتی نوشته است: من پیام‌هایی دریافت کردم که در مورد برسمی شناختن طالبان ابراز نگرانی کردند. او افزوده است که ما روشن می‌مانیم. به گفته بانو امیری، عادی‌سازی روابط با طالبان بدون رعایت حقوق همه افغان‌ها و ویژه زنان وجود نخواهد داشت.
همچنین سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که کشورش طالبان را تا زمانی که این گروه به خواسته های بین المللی و تعهدات خود عمل نکنند به رسمیت نخواهد شناخت. لاوروف روز سه‌شنبه 25 آپریل در یک نشست خبری گفته است که شرایط شناسایی رسمی طالبان، تشکیل حکومت فراگیر با حضور همه اقوام و نیروهای سیاسی و همچنان رعایت حقوق بشر است. وی تصریح کرده است ما طالبان را تا زمانی که به تعهدات خود عمل نکنند به رسمیت نمی‌شناسیم. همانطور که کشورهای جهان گفتند این تعهدات شامل تشکیل حکومت فراگیر است. حکومت فراگیر نه تنها به معنای حضور تمام اقوام بلکه نیروهای سیاسی نیز است. در همین حال منابع محلی در نیمروز میگوید که در یک ماه گذشته نزدیک به 54,000 مهاجر افغان از ایران اخراج شده و یا هم به گونه داوطلبانه به افغانستان برگشتند. منابع روز سه‌شنبه 5 سور میگویند که در جریان ماه حمل 53,999 تن از مهاجران افغان به کشور برگشتند که شامل خانواده ها و افراد مجرد میشوند. منابع افزودند که تعداد زیادی از این مهاجران به گونه اجباری از ایران اخراج شده و از طریق پل ابریشم در ولایت نیمروز وارد افغانستان شدند. از سوی هم ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که موزیم محلی در کوپیانسک این کشور آماج حمله موشکی روسیه قرار گرفته است. رئیس جمهور اوکراین چاشت روز سه‌شنبه 25 آپریل در تیویتی یک ویدیوی 34 ثانیه‌ای از خسارات این حمله موشکی بر ساختمان موزیم را نشر کرده است. زلنسکی نوشته است تا این لحظه از کشته شدن کارمند موزه و 10 زخمی خبر داده شده است. هنوز مردم زیر آوار هستند. به گفته او کشور تروریستی روسیه برای نابودی کامل اوکراین دست به هر کاری می زند و ما حق نداریم حتی یک ثانیه آن را فراموش کنیم. در همین حال دیمیتری مدودوف معاون شورای امنیت ملی روسیه که از متحدان نزدیک پوتین است روز سه‌شنبه در یک کنفرانس در مسکو گفت که جهان احتمالاً در آستانه یک جنگ جهانی دیگر قرار گرفته است. او گفته است که خطر رویارویی هسته‌ای میان قدرت‌ها در حال افزایش است. همزمان با این ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که سلاح‌های باقی مانده از آمریکا اگر به دست تروریست های شبه نظامی در افغانستان بیفتد و بی‌ثباتی افغانستان و کشورهای اطراف آن کمک خواهد کرد. او آمریکایی‌ها را متهم کرد که تسلیحاتشان را عمدن در افغانستان رها کردند. همچنین نیکی هلی سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل و نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا جو بایدن را ضعیف‌ترین رئیس جمهور تاریخ مدرن عنوان کرده است. هیلی روز سه‌شنبه 25 آپریل این اظهارات را پس از اعلام نامزدی مجدد جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا بیان کرده است. او افزوده است تحت مدیریت بایدن ما یک عقب نشینی فاجعه‌بار از افغانستان، یک بحران مرزی بی‌سابقه، بدترین تورم در 40 سال گذشته و یک دشمن جسور در چین داشتیم. هیلی تاکید کرده است که زمان بازنشستگی جو بایدن و ساختن دوباره آمریکای قوی و سربلند فرا رسیده است. همزمان با این جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا نامزدی مجدد خود را در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده این کشور رسما اعلام کرد. آسوشیتد پرس گزارش داده است که رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 25 آپریل در بیانیه‌ای گفته است که در انتخابات سال 2024 این کشور نامزد می‌شود. او از رای دهندگان خواسته است تا فرصت به پایان رساندن تعهداتش هنگام تحلیف را به او بدهند. بایدن در یک ویدیوی 3 دقیقه‌ای گفته است آزادی شخصی برای اینکه ما آمریکایی‌ها چه کسی هستیم اساسی است. هیچ چیزی مهمتری وجود ندارد. هیچ چیز مقدس‌تر از این نیست. در سراسر کشور افراط‌گرایان صف می‌کشند تا این آزادی‌های اساسی را از بین ببرند. دوستان عزیز و پایان این سرویس خبری رسیدیم. تا سرویس خبری دیگر خدا نگهدار.